بیننده عزیز سلام و درود در کارخانه میکانیکی پاولوگراد در روس در اوکراین حادثه سخت پیش آمده موشک اسکندر اصابت کرده و کل کارخانه را منهدم کرده است روسیه گفته است که امریکا در حمله به خاک روسیه دخالت کند. دخیل هست در این جنگ لاوروف گفته است که ریشه مشکل اوکراین باید به ترتیب خوشکانده شوه نه ای که پوش شوه یا رنگ شوه سرگی ناریشکین مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه گفته است که آجانس های اطلاعاتی امریکا مرتب اطلاعات دیره یعنی خب اطلاعات زمینی و ماهوارهی را با کیف مخابره میکنن تا بتانه اونها و زیر ساختای غیر نظامی روسیه حمله بکنن خب اینا رشکین یک چیز مثلا بروز میتن به عنوان نمونه و مدبوعات چی چیزایی است که نمیگه و در جریان است استونیا بالاخره موشک های امریکایی بیشتری میخره استونیا کوچک یعنی دخل و جیب خود کاملا تخلیه کرده روان است به خاطر خریدن موشکایی که موشکای دوربرد اتاک مس این کشور به کنگره امریکا یک درخواست داده که ما میخواهیم 800 فروند اتاک میس از شما بخریم تا سال 2028 خب البته استونیا در خط اول جنگ است یعنی 800 اتاک میس اگر 800000 هزاران باشه وقتی جنگ سرش بیه او به دردش نمیخوره اما اقتصادش هایی بیخی زوب میکنه. میکنن هزینه از کجا میه قبل دی... قبلا ساده تر بود مثلا خرچش میشد یک اشاره شش میلیارد یورو اگر چه بر جمعوری جامع... این مبلغ لازم بود حتی در خود استونیای کوچک برنامه خدمات اجتماعی و میزان قابل توجهی کاهش پیدا بکنه تا پول پول پسنداز شد برای خریدن اتاق مثل و حال برچسب قیمت از اون زمان تا حال قیمت ها زیاد کردن امریکای ها چی کردن؟ دیدن که ضرورت زیاد است قیمت اتاق بالا بردن و اینا مجبور هستن پول شد بپرداز این مصیبت استونیا لوروف درباره تاثیر انتخابات امریکا بر روسیه گفت ساکنان کاخ سفید فارغ از که چه کسی هستند و روسیه زیاد بر ما مهم نیست جای جستجوی بسلا یا چسبیدن به ماجراجویی در ده هزار میل دورتر از سوایل امریکا اینا بیشترن در غن جان خود باشن به تجارت داخلی خود فکر کنن اوزای داخلی خود سر و سامان بتن کنایه زدن موشک اسکندر تاسیسات کارخانه میکانیکی پاولوگراد هدف قرار داد و منهدم شد انبار بزرگی از مهمات ارتش اوکراین در اونجا تلنبار شده بوده کارخانه میکانیکی پاولوگراد یا پاولوگراد میکانیکال پلنت یکی از کارخانه مهم صنایع موشک صنایع دفاعی اوکراین است در شهر پاولوگراد در زمینه تولید، نگهداری و توسعه موشک‌ها و مهمات نظامی فعالیت دارد. این کارخانه به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید سوخت موشک‌های بالیستیک و مهمات سنگین شناخته می‌شود. بعد از فروپاشی شوروی این کارخانه بخش از توان دفاعی اوکراین بود اوکراین خدا زده که چیزها را دست داده میره در دهه های اخیر نقش مهمی در نگهداری و مدرنسازی تسلیحات اوکراینی و خصوص در زمینه موشک های میان برد و بلند برد داشته همین کارخانه پاولو گراد این کارخانه در پروژه های پاکسازی و بین بردن موشک های قدیمی هم شرکت اینا به صلاح خود خانه تکانی میکرد ایتا بیروز می‌کرد. اون زدش خلاص شد رفت دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین گفته است شایعات مربوط به دست داشتن ویکتور بوت در فروش تسلیحات جعلی است این ویکتور بوت بسیار یک آدم مهم است که قرار بود حتی به عنوان فرمانده واگنر پس از پریگوژین مقرر شود پیش از این سری جورنال مدعی شده بود که ویکتور بوت در معامله برای خرید مسلسل و ارزش ده میلیون دلار به انصار یمن دست داشته در دسامبر 2022 ویکتور بود یعنی از جمله زندانیانی بود که بین امریکا و روسیه مبادله شد آزاد شد و روسا بریتنی گرینر باسکتبالیست امریکایی را رها کردن و امریکا ویکتور بود را رها کرد مبادله شد خوی پس معلوم میشه که ویکتور بود آدم مهم است بله یک دلال سرشناس اصله هست که اغلب از او به عنوان تاجر مرگ یاد میشه بود قدیمی آدم از در 1967 در اتحاد شوروی به دنیا آمده خب پس اون زیاد قدیمی هم نیست دیگه تقریبا 60 سال هم نشده بدلیل دلیل مشارکت در تجارت غیر قانونی اسلحه ده همیت ناماور است در سطح بین بلی و مناطق مختلف درگیری در سر و سر افریقا میره در خاور میانه یک دم سر پیدا میشه در اون جای ها روان میکنن و ای آدم یکی از آدم های مهم است که حالا شاخه های نظامی روسیه ها در افریقا و خاور میانه اداره میکنه در صلاح رسانی توانایی آدم در تامین اسلحه برای گروه شب نظامی و دولت های سرکش باعث میشه که از او به عنوان یکی از پرکارترین دل... دلال اسلحه نام ببرند وزیر خارجه روسیه باز هم گفت روسیه برای حل و فصل سیاسی اوکراین بحران اوکراین یک چیز نیاز داره که باید ریشه ای مسئله را حل بکنه در دیپلماسی بی طرف طرف نمیشه موقتی غرب باید تحویل سلاح را متوقف بکنه یک کیف باید به با ها با روسیه بر همیشه پایان بده دستای خود بالا بکنه چطور؟ باید به با وضعیت کاملا بی طرف یعنی بدون به صلاح شمولیت در یک قطب نظامی و کاملا غیر هسته باشه یعنی یک رای پیدا میشه در غیر از رای برای اوکراین وجود نداره و دیگه چی میگه زبان روسی را در سراسر سر, سر اوکراین باید احترام و محافظت بکنه به حقوق و آزادی های شهروندان خودش هم احترام بگذاره ای رقم یک کارخانگی آینده برزی داد نیروی یمن اوکراین همچنان با استفاده از سلاح شیمیایی گفتن که ادامه میدن سلاح شیمیایی را, را جنرال کریلوف امروز گفته که اوکراینی ها در ماه آگست از سلاحهای شیمیایی غربی در منطقه سودجا در کورسک استفاده کردن گلاله های دودزا شلیک میشه او سلاح شیمیایی است در کرسک. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت اوکراینی ها با تایید امریکا و اتحادیه اروپا دست به استعمال کلور امونیاک اسید سلفوریک و کلورو پیکرین میزنن که ترکیبات یک سلاح ممنوع است فیلمی هم در اختیار FSB استخبارات روسیه قرار داره که نشان 4 چهار بطری ماده کلوروپیکرین یک مسلسل مهمات اصله, و... اصله کوچک و دهها نارنجک دستی و مین از یک مخفیگاه اوکراینیا کشف میشه همون سند رابرت فیکو نخست وزیر سلواکیا جالب است که پیشنهاد حمله موشکی به بروکسل ها داده خب اینطور گفته گفته بعضی از اعضای پارلمان اروپا میگن که ما باید اجازه بتیم با موشک میان برد و دوربرد به روسیه شلیک شوه خب شاید یکی از این موشک ها مثلا با فواره در بروکسل اصابت کنه باز چطور میشه یعنی طرف مقابل هم بزنه بروکسل اگر چونین شود باز خواهید فهمید که در سر تا سر دنیا درباره چه چی چیزی شما صحبت میکنین یعنی خودتان آسیب پذیر هستین وقتی که راکت شلیک میکنین به یک کشور دیگه او کشور دیگه راست خودتون میزنن و گفته هکرهای اوکراینی منابع رسانه دولتی روسیه را حق کردند از روسیه وبسایت های روسیه یک روسیه 24 و, و فرهنگ سرگین ناریشکین رئیس سرویس خارجی اطلاعات خارجی روسیه گفته که واشنگتن توجه ویژه بر نظارت بر وضعیت کورس و بلگروت از طریق دارد. داره جنگ جنگ در سطح ماورا و رقابت تو مره کنترول که مطورا ناریشکین آلی گفته که وقتی که جنگی در کورس و بلگروت صورت گرفت از اونو ابتدا امریکا برای حملات به زیر غیرنظامی نظامی روسیه اطلاعات کامله به نیروهای اوکراینی میداد تر حمله اوکراین به کرف شامل تصرف و استخراج حتی نیروگای اصلایی کرسک بود که در اون ناکام موندن خب اگر کیف میگه موفق میشد اروپا خودش با یک فاجعه زیست محیطی و انسانی مثل فاجعه چرنوبل مواجه میشد کل کریمه همچنان یک هدف دارای اولویت فوری است برای حملات موشک های بریتانیایی تو سایه طوفان این استخبارات روسیه را رو می خب خب غربی می نویسند در آر آر تی وی آی نیروهای مسلح اوکراین می از خاک کشورهای بالتیک بر روسیه حمله بکنند خیلی خطرناک با است هم بالتیک نابود میشم بر روسیه یک بانا پیدا میشه راست می سه کشور کوچک بالتی که تحت پشت میگیره آن میگن که اینطور یک چیز هم هست کانال آرتی وی آی گزارش کرد که یه ممکن است در ماه دسامبر انجام شود یعنی که دو ماه بعد شامل گروه های خرابکاری شود که به عنوان مثلا یک کسایی را آوردن به نام شورشیان روسی این را میگه با وسیله از اونا انجام میشه یک خیال بافی است این فر به نظر من ماموران اوکراینی قصد داشتن دو فروند هواپیمای جنگی روسیه را با با مصرف 12 میلیون روبل با آتش بکشن استخدام کننده های اوکراینی با کسایی که اصلای کار انجام میدن در میدان هوایی روسیه وی اسکا در منطقه پریمورسکی گفته بودن که دوازده میلیون روبل بر شما داده میشه تایارات آتش بزنین دستور سوزاندن یا نابود کردن دو جنگنده را در یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر آرتیوم داده بودند که چی شد؟ FSB استخبارات روسیه 13 نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر کرد و و هر کدام بر چهار تا ۲ ۳ سال زندان محکوم شدن. این بود اخبار اطلاعات اوکراین